حملات موشکی جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل شامگاه سه‌شنبه 10 مهر 1403. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که در سراسر کشور آژیر به صدا درآمده. همچنین ایالات متحده آمریکا اعلام کرد در کمک به اسرائیل برای دفاع از خود مقابل حملات جمهوری اسلامی کاملا آماده است. با ما همراه باشید. سلام به همه شما بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید. شیرین شمس هستم. برنامه پخش مستقیم سه‌شنبه 10 مهر 1403 برابر با اول اکتبر 2024 رو ملاحظه می‌کنید. حملات موشکی جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل شامگاه سه‌شنبه 10 مهر 1403 آغاز شد. بلافاصله ارتش اسرائیل اعلام کرد که آژیرهای خطر در سراسر این کشور به صدا در اومده و به تمام شهروندان و غیر نظامیان پیام ارسال شده که فوراً خودشون رو به پناهگاه‌های ضد بمب برسونن. بنابر برخی گزارش‌ها شماری از موشک‌های جمهوری اسلامی به اسرائیل رسیده. همزمان منابعی از جمهوری اسلامی هم ادعا کردند که تاکنون دست کم 400 موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک شدند. از طرفی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ایالات متحده آمریکا آماده است به اسرائیل برای دفاع از خود مقابل حملات جمهوری اسلامی و حفاظت از پرسنل آمریکایی در منطقه کمک کند. یک مقام ارشد کاخ سفید امروز سه‌شنبه 10 مهر در مصاحبه رسانه‌ای گفت که آمریکا فعالانه از تمهیدات پدافندی برای دفاع از اسرائیل در مقابل حملات جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنه و هشدار داد که حمله مستقیم نظامی جمهوری اسلامی به اسرائیل پیامدهای وخیمی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. بر اساس بیانیه کاخ سفید، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به ارتش آمریکا دستور داد به دفاع از اسرائیل در برابر حملات جمهوری اسلامی کمک کرده و موشک‌های هدفگیری شده به سوی اسرائیل را سرنگون کنند. در همین رابطه دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد پدافندهای هوایی آمریکا در سوریه شماری از موشک‌های جمهوری اسلامی را که از آسمان این منطقه عبور می‌کردند منهدم کردند. رویترز گزارش داده بود که شماری از موشک‌های جمهوری اسلامی در آسمان اردن رهگیری شدند. از طرفی رویترز خبر داده که دستور حمله موشکی به اسرائیل رو علی خامنه‌ای صادر کرده. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته که دستور حمله موشکی به اسرائیل رو علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صادر کرده بود. به گفته این مقام جمهوری اسلامی گفته که کاملا آماده هر گونه پاسخ متقابل پس از شلیک موشک‌ها به اسرائیل است. این در حالیه که قبل‌تر رویترز نوشته بود که پس از حمله اسرائیل به بیروت خامنه‌ای به مکان امن با تدابیر شدید امنیتی منتقل شده. سپاه پاسداران ضمن اعلام شلیک موشک به سمت اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در صورت واکنش اسرائیل جمهوری اسلامی بار دیگر اسرائیل رو مورد هدف قرار خواهد داد. سپاه پاسداران در بیانیه خودش گفته که این حملات در پاسخ به کشته شدن اسماعیل هنیه، حسن نصرالله و عباس نیلفروشان صورت گرفته. گزارش تصویری ببینیم از ویدیوهایی که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که نشون میده موشک‌های شلیک شده جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل از مناطقی نزدیک به شیراز صورت گرفته. ببینیم این گزارش تصویری رو. خودمون رو می‌ذارم. پدافند شهید نشه. ایران رو چی یک روز معمولی در دیرون.
میتونه. نه یه درم اونجاست. اوه یه دونش ترکی رو هوا. بری تو بری تو بری تو اینا دارم اینا دارم میزنن. یه دونه دیگه ترکید. یا اینا فکر کنم جدا شد تهش. بری تو بری تو یه دونش دارم میکنی. به خدا یه دونش دارم میکنی. چه خبره؟ موشک دیگه چیه پس؟ میره جدا میشه دو تیکه میشه یه تیکش میفته پایین یه تیکش میره. چند تا زد؟ ویدیوهایی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که موشک‌های شلیک شده جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل رو از پشت کوهی در خمینی شهر نشون میده. همچنین گزارشات تصویری در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده که نشون میده شماری از موشک‌های جمهوری اسلامی به اسرائیل رسیده و اصابت کرده. اما یک مورد مهمی که همکنون کاربران شبکه‌های اجتماعی در کنار حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل دارن در مورد اون صحبت میکنند اینه که حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در حالی انجام شده که آسمان ایران برای پرواز هواپیماهای مسافربری باز بود. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این اقدام جمهوری اسلامی رو در راستای استفاده از این پروازها به عنوان سپر انسانی قلمداد کردن. با ما همراه باشید بینندگان گرامی. در این بخش برنامه گفتگو میکنیم با مصطفی صابر عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران. سلام میکنم، خوش آمدید به برنامه پخش مستقیم. سلام میگم بهتون و خسته نباشید. ممنون که همراه ما هستید. مصطفی صابر، از بعد از ظهر طبق اعلامی که از طرف دولت آمریکا شده بود گمانه‌زنی ها بر این بود که جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله بکنه و این اتفاق افتاد شامگاه شب سه شنبه 10 مهر ماه. میخوام در رابطه با اینکه آیا این حمله پتانسیل تشدید تنش ها رو داره بین اسرائیل و جمهوری اسلامی یا حتی میتونه به جنگی گسترده‌تر، یعنی به یک جنگ گسترده بین جمهوری اسلامی و اسرائیل تبدیل بشه صحبت بکنیم؟ چه عواملی در واقع اگر این اتفاق بیفته میتونه جلوگیری بکنه از در واقع به وجود اومدن یک جنگ گسترده یا کاهش تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل؟ راستش من فکر میکنم این جنگ گسترده‌تر اولا شروع شده دیگه نمیشه. من خب جمهوری اسلامی خواهان جنگ گسترده‌ای نبود، ولی با این حملاتی که الان صحبتشو کردیم همه بهانه‌ها دست نتانیاهو هست که جنگ رو گسترش بده و نتانیاهو سیاستش اینه، این کار خواهد کرد. به نظر من فکر میکنم جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی شروع شده. البته جمهوری اسلامی باز تلاش خواهد کرد که محدودش بکنه، بره مذاکره بکنه که نه ما قصد جنگ و اینا نداریم، فقط بخوایم یه جوری صورت خودمون رو با سیلی سرخ نگه داریم. ولی به نظر من نتانیاهو میپره رو اسب جنگ و این جنگ گسترش پیدا میکنه و مردم ایران باید حالا به این توجه بکنن که اگر این جنگ واقعا جنگ وسیع صورت بگیره و جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی شروع بشه چیکار باید بکنن، که به نظر من البته روشنه این یه فرصتی هست واسه مردم ایران که جمهوری اسلامی که بسیار مستحصل و زاره و از هر لحاظ موقعیت شکننده پیدا کرده رو سرنگون بکنن و انقلاب زن زندگی آزادی رو به پیروزی برسونن. به نظرم باید از این سر نگاه کرد به این وقایع.
بله، یعنی منظور شما اینه که راهی دیگه برای برگشت به عقب وجود نداره و این عملا شروع یک جنگ گسترده است، اونطور که من از صحبت حدس من اینه. بله حدس من اینه، اینا تاکید باز بکنم، حتما جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد که تخفیف بده و تخفیف بگیره و سعی بکنه که یه مقدار ملایم تر بشه اوضاع احوال براش، ولی من فکر نمی کنم نتانیاهو از این فرصت طلایی که گیرش اومده بگذره. و این ببینید، الان از بیت خامنه ای تا تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی تا هر پایگاه نظامی جمهوری اسلامی تا تأسیسات زیربنایی همه جور از هر رقم، دیگه عملا تارگت مشروع اسرائیل و نتانیاهوه. ایشون وارد جنگ شده، اونم جواب جنگی میده و به نظر من نتانیاهو از اینا استفاده میکنه، این حملات رو خواهد کرد. بازم میگم جمهوری اسلامی تلاش میکنه مذاکره و پسل پنوم با چه میدونم سعی کنه که تخفیف بده به این وضعیت، ولی من بعید میدونم و فکر میکنم که جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی عملا شروع شده و این جنگ ابعاد وسیع تر از اینی که هست پیدا خواهد کرد. حالا اینکه تا کجا بره پیش بینیش سخته، ولی این شروع شده و مردم ایران باید منتظر هیچ چیزی نمونن و جمهوری اسلامی رو پایین بکشن، چون با پایین کشیدن جمهوری اسلامی صورت مسئله کاملا فرق خواهد کرد. بسیار خوب، راجب همین که الان شما اشاره کردید من برمیگردم، اما اگر موافق باشید به چند خبر جدید هم اشاره بکنم که دقایق پیش منتشر شده. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرده که اسرائیل به حمله موشکی جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. دانیل هاگاری گفته ما در حالت آماده باش بالا در دفاع و حمله هستیم و از شهروندان اسرائیل حفاظت خواهیم کرد. این حمله عواقبی خواهد داشت. برنامه هایی داریم و در زمان و مکان مورد نظر خود عمل خواهیم کرد. این رو هم بگم که یک ویدیوی منتشر شده در شبکه ایکس توییتر سابق که نشون میده یک جوان فلسطینی در کرانه باختری در اثر اصابت ترکش یکی از موشک‌های جمهوری اسلامی کشته شده. این هم جمهوری اسلامی که سالها به دروغ طرفداری از مردم فلسطین رو میکرد، خودش باعث شده که یک جوان فلسطینی همین امروز کشته بشه. این رو هم بگم که صف خودروها در شیراز برای دریافت سوخت مقابل پمپ بنزین بعد از حمله موشک جمهوری اسلامی گزارش شده. حالا از همین خبر برمیگردیم به داخل کشور. مصطفی صابر، خب در عرض 6 ماه گذشته 2 بار جمهوری اسلامی حمله در واقع هوایی کرده به جمهوری به اسرائیل، به خاک اسرائیل. دفعه گذشته با پهپاد بوده، این دفعه با موشک‌های بالستیک بوده. میخوام از شما بپرسم که تأثیر این حمله امروز جمهوری اسلامی به اسرائیل رو تو فضای داخلی کشور چگونه میبینید؟ آیا این حملات نظامی جمهوری اسلامی به اسرائیل توازن قوا رو به نفع مردم تغییر میده یا به نفع حکومت که امروز داره در واقع نمایش اقتدار میده؟ شما در این زمینه چی فکر میکنید؟ من فکر میکنم جمهوری اسلامی سعی میکنه فضا رو ملیتاریزه کنه. شاید یکی از دلایلی که بالاخره وارد این جنگ شد، چون اکراه داشت، شاید یکی از دلایل همین باشه که بهانه داشته باشه که فضا رو ملیتاریزه کنه علیه مردم ایران. در واقع این جنگ رو شروع کرد واسه شروع جنگ علیه مردم ایران. ببینید، اگه اجازه داشته باشم دوست دارم یه مقایسه با جنگ عراق و جنگ جمهوری اسلامی و عراق بکنم. اونجا هم اینا از اهرام جنگ استفاده بهینه کردن. به قول خمینی گفت جنگ مائده الهی است که خودشون رو نگه دارن، ناسیونالیسم ایرانی رو پشت سر خودشون بسیج کردن و یک عامل اصلی واسه بقای جمهوری اسلامی در واقع همون جنگ بود. این بار من فکر میکنم این جنگ اون نقش رو نخواهد داشت و نقش معکوس خواهد داشت. یعنی این بار جمهوری اسلامی حتی اگر جنگ رو شروع کرده باشه واسه اینکه فضای ملیتاریستی ایجاد بکنه، فضای ناسیونالیستی و باید از میهن دفاع کرد و اینا همه شکست خواهد خورد. چرا؟ چون با یک انقلاب زنده در جریان و زیر آتش خاکستر ولی کاملا زنده و در حال بالندگی روبرو هست و اون هم انقلاب زن زندگی آزادی است. و من فکر میکنم که توی این بار ما با
پدیده‌ای که روبرو خواهیم شد اینه که مردم از این فرصت استفاده خواهند کرد. مردم این موقعیت ضعیف جمهوری اسلامی و این موقعیت به اصطلاح تحت فشار قرار گرفته ای که قرار داره رو مغتنم خواهند شد، به مبارزاتشون گسترش خواهند داد و جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهند کرد. به نظرم این روندی است که من فکر کنم پیش خواهد رفت در ایران. خیلی متشکرم مصطفی صابر، همراه ما بودید در این برنامه پخش مستقیم. خواهش میکنم. بینندگان گرامی، طبق ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، یکی از موشک‌های جمهوری اسلامی در خاک اردن سقوط کرده و ما تصویر جوان فلسطینی کشته شده توسط اصابت ترکش‌های موشک جمهوری اسلامی در حمله به اسرائیل رو می‌بینید. در واقع کارت شناسایی جوانی هست که بر اثر اصابت ترکش موشک‌های جمهوری اسلامی در حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل کشته شد. بله، با ما باشید بینندگان گرامی. گزارشات تصویری خواهیم دید از طرف دیگر، از اردن، از خاک اسرائیل، گزارشاتی که در شبکه‌های اجتماعی همکنون داره منتشر میشه از لحظه رسیدن موشک‌های جمهوری اسلامی به اسرائیل. من یک بار دیگه اعلام بکنم که در رابطه با حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، دولت اسرائیل، سخنگوی دولت اسرائیل اعلام کرده که این حملات رو پاسخ خواهد داد. من یک بار دیگه اینجا بله، دانیل هاگاری اعلام کرده که ما در حالت آماده باش بالا هستیم و این حمله عواقب خواهد داشت. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که اسرائیل در حالت آماده باش کامل هست، آماده باش بالا در دفاع و حمله، و از شهروندان اسرائیل حفاظت خواهد کرد. این حمله جمهوری اسلامی عواقب خواهد داشت. برنامه هایی داریم و در زمان و مکان مورد نظر خود عمل خواهیم کرد. با ما همراه باشید، گزارشات تصویری ببینیم از حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل. וואו, עשרות טילים. בואו נרדת. אני נמצא בצפון ימקר. ראש הירוטים מעל הראש שלנו. שבילי, ירים מכיוון שבי. כיוון מכיוון שבי. ראשית השלוש, שם חזר בפרוס, תיכנס למרחב מוגן. تبضعوا
Okay, guys, we gotta get off the roof. These are coming down right next to us here. They're coming down. One just about. We gotta go inside. بیننده برنامه پخش مستقیم هستید. بینندگان گرامی، همین الان خبری به دست تلویزیون کانال جدید رسیده. آغاز شعاردهی شبانه مردم در تهران پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل. گروهی از مردم در شهرک چیتگر تهران فریاد مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای سر دادند و در مقابل عده‌ای از طرفداران حکومت هم در حال فریاد زدن با شعار مرگ بر اسرائیل هستند. این شعاردهی ها بسیار مهم هست و مردم به درستی دارن پاسخ جمهوری اسلامی و جنگ افروزی این حکومت رو میدن. مردم به درستی با اهداف جمهوری اسلامی آشنا هستند، بنابراین به درستی شروع کردن به واکنش نشون دادن با شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای در شهرک انقلابی چیتگر. و چقدر الان زمان اون فرا رسیده که این اقدامی که مردم در شهرک چیتگر کردند، شعار مرگ بر دیکتاتور، شعار مرگ بر جمهوری اسلامی، شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادن، در تک تک نقاط تهران سر داده بشه، در جای جای ایران این شعاردهی شبانه تکثیر بشه. با ما همراه باشید بینندگان گرامی، برنامه رو ادامه میدیم با گفتگو با شهلا دانشور، دبیر کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری ایران. خوش آمدید شهلا دانشور به برنامه پخش مستقیم. ممنون که همراه ما هستید. من صدای شما رو ندارم. بله، صدای شما الان هست، بفرمایید. میشنوم صدای شما. بله، من تشکر کردم و به شما و بینندگان گرامی سلام دارم. ممنون که همراه ما هستید شهلا دانشور. شما تأثیر حملات امروز جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل رو بر فضای داخلی ایران چگونه میبینید؟ آیا این حملات نظامی به نفع جمهوری اسلامی هست؟ میتونه توازن قوا رو به نفع جمهوری اسلامی تغییر بده یا به نفع مردم و انقلاب زن زندگی آزادی؟ ببینید، همین خبری که الان دادید، شعار مرگ بر دیکتاتور در چیتگر تهران، جواب این سوالو داره میده. مردم میریزن بیرون، مردم میبینن که جمهوری اسلامی تو چه موقعیت ضعیفی است. ببینید، جمهوری اسلامی تشتتی که تو صفوفش ایجاد شد به خاطر این همه ضربات پی در پی که بهش وارد شد و زیر باید مجبور بود جوابی بده و مردم دیدن ضعف جمهوری اسلامی. یکی بعد از دیگری مهرهای بزرگ جمهوری اسلامی، حسن نصرالله نمونش بود، دیدید مردم چگونه جشن گرفتن. بنابراین مردم جواب درخور این دادن و به نظر من امروز این به نفع شرایط انقلاب زن زندگی آزادی برمیگرده. مردمی که با این درایت و با این هوشیاری دارن به این اوضاع نگاه میکنن. ببینید، سرنگونی جمهوری اسلامی در واقع حکمت وجودی جریانات فاشیستی مثل نتانیاهو اینا رو هم از بین میبره. و در واقع تو خاورمیانه الان ما شاهد این هستیم که یک جنگ اسرائیل و نیروهای تروریسم اسلامی، و الان دیگه اسرائیل و جمهوری اسلامی اینهاست، و یک جنگ این مردم با جمهوری اسلامیه. این رو بارها تو گفته هامون نوشته هامون گفتیم و الان تو این شرایط یک نقش بسیار تاریخی مردم ایران دارن، برای اینکه آینده این منطقه و آینده ایران بستگی به همینه. و مردم میبینیم چقدر هوشیارانه همین امشب عمل کردن و چه جواب محکمی دادن به این وضعیت. و من فکر میکنم حرف ما همیشه اینه، ادامه انقلاب، تفنگا به طرف جمهوری اسلامی، انقلاب مردم. جمهوری اسلامی تو شرایطی قرار داره، از همین امشب داریم میبینیم، که بسیار بسیار ضربه پذیره و ما روند اوضاع به این طرف داره حرکت. بسیار خوب، من برمیگردم به شما شهلا دانشور، در همین رابطه گفتگو رو ادامه بدیم. همین الان به شبکه‌های اجتماعی که مراجعه کردم، شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی، خبری رو
منعکس کرده، مبنی بر اینکه رانندگان در محوطه دانشگاه تهران بوق میزنن و اعتراض میکنن و اعتراض این رانندگان به هیدر کنان بسیجی ها روبروی دانشگاه تهران هست. جو بسیار متشنج هست. این در شبکه اکس منتشر شده این خبر. بسیجی ها برابر درب اصلی دانشگاه تهران جمع شدند و شعار علیه اسرائیل و آمریکا میدن و هیدر هیدر میکنن. مردم با بوق زدن اعتراض خودشون رو به بسیجی ها اعلام میکنن و جو در حال متشنج شدن هست. مردم سوت و بوق میزنن و بسیجی ها صدایشان بین صدای بوق ماشین ها گم شده است. شهلا دانشور، برمیگردیم به همون نکته که شما اشاره کردید، مردم از این فضا چگونه میتونن استفاده بکنن؟ این اولین اقدامی هست که مردم انجام دادن، شعاردهی شبانه در شهرک چیتگر، بوق در برابر هیدر کنان بسیجی ها در روبروی دانشگاه تهران. به نظر شما این اعتراضی که همین الان شکل گرفته که از جنس در واقع انقلاب زن زندگی آزادی هم هست، چطور میتونه گسترش پیدا بکنه در روزهای آتی و چه نیروهایی میتونن در واقع تاثیرگذار باشن در گسترش این اعتراضات علیه جمهوری اسلامی؟ ببینید، سوال بسیار به جا و مهمی هستش. همین الان عکس العملی که در مقابل طرفداران حکومت و حزب اللهیه و اینا مردم رو انداختن، داره بساط اینا رو از خیابون جمع میکنن مردم دیگه. دوره همطور که گفتید از جنس انقلاب زن زندگی آزادیه. من میخوام بگم که این فضایی که امشب ما داریم میبینیم دقیقا همون فضاییه که جامعه میخواد بساط اینا رو از خیابون جمع کنه. فرصت به اینا نمیده و نباید داد. بنابراین اولین مسئله اینه که باید اینا رو جمع کرد، بهشون فرصت نداد و در این حال باید اعتراضات در تمام محلات همه جا سازمان پیدا کنه. سازمانش وجود داره. ما انقلاب زن زندگی آزادی رو داشتیم، مردم آماده هستن. در این حال جامعه داره از اعتراض میجوشه. شما ببینید این هفته 5 روز عزای عمومی اعلام کردن، 5 روز تجمع و اعتراض در کف خیابان ها بود، 5 روز بخش‌های مختلف بازنشسته و نفت و همه جامعه پرستاران همه ریختن. ایران هم اعتصاب گفتمان این جامعه است. مردمی که خشم و نفرتشون به حدی رسیده بعد از جنایتی که در طبس صورت گرفت. بنابراین الان مسئله اعتصاب سراسری در کنار تجمعات خیابانی، در کنار متحد شدن تمام بخش‌های جامعه، ایفای یک نقش تاریخی که امروز از مردم ایران میطلبه و به نظرم جهان داره اینو نگاه میکنه. اینها همه اون تاکیدات فوری است که ما داریم و باید با این قدرت رفت. در کردستان، در سیستان و بلوچستان که ما سالگرد جمعه سیاهشو داریم، در تمام گوشه این جامعه اعتراض میجوشه و این اعتراض باید به این جهت برد و با این چشم انداز نگاه کرد. همونطور که گفتم، هم جواب آینده خاورمیانه دست انقلاب ایرانه، هم جواب رهایی مردم در ایران دست مردم ایرانه و جامعه این رو کاملا متوجه است. با بیانیهاش، با منشورهاش، با شعارهاش، با فریادهاش، همه جوره داره این رو بیان میکنه و امروز وقت اینه. به این عکس العمل که الان شما خبرهاشو دادید در همین راستاست. خیلی متشکرم شهلا دانشور که همراه ما بودید در این برنامه پخش مستقیم. البته ویدیوی در واقع این شعاردهی شبانه هم در چیتگر تهران آماده هست، با هم ببینیم. ممنون شهلا دانشور که همراه ما بودید.
بله، باز هم فریاد مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور در آسمان تهران، در آسمان ایران تنین انداز شد. مردمی که از جمهوری اسلامی و در رأس اون از شخص خامنه ای متنفر هستند. خامنه ای که بعد از کشته شدن حسن نصرالله به گفته رویترز در سوراخ موش بوده و تا الان خبری ازش نیست، هیچ سخنرانی ازش نیست، هیچ جا پیدا نشده. فقط خبری که منتشر شده که باز اون رو هم رویترز منتشر کرده این بوده که دستور حمله امروز جمهوری اسلامی با موشک به اسرائیل توسط شخص خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بوده. مردم به خوبی به اهداف کثیف جمهوری اسلامی آشنا هستند و به محض اینکه جمهوری اسلامی به طرف اسرائیل موشک پرتاب میکنه میان و شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای سر میدن. امروز بیشتر از هر زمانی وقت اون رسیده که اعتراضات از جنس انقلاب زن، زندگی، آزادی بیش از پیش گسترش پیدا بکنه. جمهوری اسلامی تمام تلاش خودش رو میکنه با بیانیه سپاه پاسداران، با نمایش اقتدار، با اولتیماتوم دادن به اسرائیل از خودش یک قدرتی نشون بده، ولی ما میدونیم که قدرت جمهوری اسلامی بسیار پوشالیه و همین الان علارغم تمام ادعاهایی که داره در موقعیت بسیار تضعیف شده ای قرار گرفته و این موقعیت تضعیف شده موقعیت انقلاب زن، زندگی، آزادی و مردم ایران رو تقویت میکنه. همونطوری که میبینیم بلا فاصله مردم میان شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای میدن، در خیابان به هیدر هیدر کنان بسیجیان اراذل و باش حکومتی در برابر دانشگاه تهران پاسخ میدن، سوت میزنن، بوق میزنن، چنانچه صدای هیدر هیدر کنان در میان سوت و بوق ماشینهای مردم گم میشه و صدایی از این اراذل و باش دیگه شنیده نمیشه، صداشون خفه میشه و نزدیک اون روزیه که صدای جمهوری اسلامی رو مردم ایران خفه بکنن. یه خبر دیگه به دست تلویزیون کانال جدید رسیده بینندگان گرامی، این خبر رو هم من اعلام بکنم. پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه تهران متوقف شدن. مدیر فرودگاه بین المللی تهران گفته که فعلا پروازها با مبدأ و مقصد این فرودگاه متوقف شده و در مصاحبه‌ای که با ایسنا داشته گفته با توجه به شلیک‌های انجام شده، پروازهایی که احساس کنیم نگرانی در خصوص اونها وجود داره به مبدأ باز می‌گردند یا اجازه تیکاف با آنها داده نمی شود. او با اشاره به توقف پروازهای ورودی و خروجی این فرودگاه گفته که پروازهای داخلی هم فعلا بسته شده و باید اجازه پرواز اونها رو صادر کنیم. این در حالیه که زمان شلیک موشک جمهوری اسلامی به اسرائیل آسمان ایران برای پروازهای مسافربری باز بوده و کاربران در شبکه‌های اجتماعی دارن راجع به این صحبت میکنن که اون لحظه جمهوری اسلامی خواسته از هواپیماهای مسافربری و از جان مردم ایران به عنوان سپر دفاعی استفاده بکنه. همچنان بیننده برنامه پخش مستقیم بمونید. در این بخش برنامه گفتگو میکنیم با سیامک بهاری، عضو تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران. سلام میکنم، خوش آمدید به برنامه پخش مستقیم. سلام به شما و بینندگان عزیز، سپاس که همراه ما هستید. سیامک بهاری، ما در بخش قبل با مهمان برنامه در رابطه با داخل کشور، این که الان فضایی در داخل کشور باز میشه که مردم میتونن اعتراض بکنن به جمهوری اسلامی و چگونگی گسترش این اعتراضات رو صحبت کردیم. حالا میخوایم در رابطه با خارج از کشور صحبت کنیم و ایرانیانی که در واقع شعله های انقلاب زن، زندگی، آزادی رو به طور مشخص در این دو سال روشن نگه داشتن در خارج از کشور، این حمله‌ای که الان جمهوری اسلامی با موشک به اسرائیل کرده چقدر میتونه در واقع عاملی باشه برای اینکه ایرانیان خارج از کشور اعتراضات گسترده تری رو علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور در پی بگیرند؟ خیلی مشخصه، خود شما هم اشاره کردید، همین امشب که صدای مرگ بر دیکتاتور
از چیتگر بلند شد، فردا همین صدا در میدانها و شهرها و خیابانهای خارج از کشور در همه شهرها به وسیله ایرانیان که برای سرنگونی جمهوری اسلامی یک لحظه غفلت نمی کنند شنیده خواهد شد. طی خیزش انقلابی زن زندگی آزادی خارج از کشور یک رکن مهم مبارزه علیه جمهوری اسلامی بود. تظاهرات ها در مقابل پارلمان ها برای اینکه سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بدن، رابطه‌شون رو با جمهوری اسلامی قطع کنند، دفاع از مبارزات مردم ایران و همینطور همین هفته که در پیش داریم، هفته سالگرد جمعه خونین زاهدان هست و خارج از کشور خودش رو آماده میکنه برای گرامی داشت و همینطور اعتراض به جمهوری اسلامی برای جنایات بیشمارش. خارج از کشور یک رکن مبارزه علیه ماجراجویی های جمهوری اسلامی هم خواهد بود و طبعا این ماجراجویی علارغم اینکه جمهوری اسلامی به اون کشیده شده یا خواسته یا نخواسته، هرچی که هست جمهوری اسلامی بازنده اونه. مردم ضعف، زبونی و انزوای جمهوری اسلامی رو به دقت میبینن. همون فضای اعتراضی که در داخل ایران هست، اعتراضات کارگری، اعتراضات بازنشستگان، اعتراضات پرستاران، هر هفته در میدانها و خیابانهای مختلف در شهرهای مختلف در خارج از کشور تنین انداز بوده و طبعا الان ما باید با قدرت بیشتری در خارج از کشور به میدون بیایم، اتحاد بزرگتری ایجاد کنیم و عملا دولتها و حامیان اروپایی و شرمگین جمهوری اسلامی رو مجبور کنیم که به صدای مردم ایران گوش بدن، روی این سرمایه بزرگ اتکا بکنن و دست از حمایت از جمهوری اسلامی بردارن. انزوای جمهوری اسلامی بخشی از تلاش گسترده‌ای بوده که ما در خارج از کشور انجام دادیم و طبعا با فشار بیشتری علیه این ماجراجویی به میدون خواهیم آمد. خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید. سیامک بهاری، حزب کمونیست کارگری ایران در این گونه مواقعی برنامه ای داره برای همین اعتراضاتی که الان شما صحبتش رو کردید، چه برنامه حزب کمونیست کارگری ایران خواهد داشت برای اعتراضات خیابانی یا همون ارتباط با سازمان ها و نهادهای بین المللی با همون خواسته هایی که شما مطرح کردید و چه فراخوانی رو به ایرانیان خارج از کشور داره برای اینکه نقش تاریخی خودشون رو ایفا بکنن؟ من اجازه بدید از همین نکته آخر شما شروع کنم. بزرگترین فراخوان، ضروری ترین فراخوان الان اینه که در دفاع از مبارزات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی ما به میدون بیایم. وظیفه ما سرنگون کردن جمهوری اسلامیه. یک حکومتی در ماجراجویی های نظامی امنیتی خودش و شرارت های تروریستیش در منطقه الان وارد یک بازی خطرناکی شده که خواهد سوخت و این رو مردم میدونن و ما این رو باید به نبرد آخر علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنیم. این کاری است که ما باید انجام بدیم. بنابراین فراخوان اینه، مردم در سراسر ایران و خارج از کشور به میدون بیاین. همین امشب چیتگر فریاد بلند کرد، فردا صبح ما همین فریاد رو باید در خیابان‌ها برگزار کنیم. این موضوع فراخوان. اما آن کاری که حزب کمونیست کارگری ایران در خارج از کشور انجام میده بسیار روشنه. ما صفی از اتحاد مردم علیه جمهوری اسلامی رو ایجاد میکنیم. میخواییم که همه مردم با همبستگی علیه جمهوری اسلامی به میدون بیان. این سیاست اساسی ماست و این صف رو ایجاد کردیم. تظاهرات های بزرگی که به مناسبت سالگرد خیزش انقلابی زن زندگی آزادی در خارج از کشور برگزار شد، یک پای اون و یک نقش اساسی متحد کننده در این همبستگی های پرشور حزب کمونیست کارگری ایرانه و الان هم همین کار رو خواهیم کرد. همبستگی بیشتر برای مقابله با جمهوری اسلامی، فشار به دولت ها برای اینکه رابطهشون رو با جمهوری اسلامی قطع کنن، همه سفارت های جمهوری اسلامی، لانه های تروریستی و مرکز شرارت جمهوری اسلامی در خارج از کشور، دولت های اروپایی به خوبی از این نقش آگاهند. سپاه قدس و دست های مرموز اون به صورت مراکز اسلامی، شرکت ها و مراکزی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده باید از خارج کشور قطع بشه و در این حال مبارزاتی که در ایران صورت میگیره، مبارزه برای دفاع از زندانیان سیاسی، مبارزه علیه اعدام، مبارزه از
دفاع از مبارزات کارگری در ایران یک بخش مهم از فعالیتی است که ما در خارج از کشور داریم. من فکر میکنم وارد دوره بسیار پرشوری شدیم. مردم ایران در خارج از کشور بسیار آگاه و متحد هستند و این اتحاد رو بارها و بارها به نمایش گذاشتن و الان با قدرت بیشتری و با امید و اعتماد به نفس بسیار بیشتری به میدون میاد. جمهوری اسلامی به روزهای آخرش سلام خواهد کرد. اصلا در این تردید نکنید. این رو قدرت مردم و خیزش زن زندگی آزادی صدها بار به ما نشون داده و این بار هم نشون خواهد. خیلی متشکرم سیامک بهاری که همراه ما بودید در این برنامه پخش مستقیم. بینندگان گرامی، آخرین خبرها رو مرور میکنیم. عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی کرده و تأسیسات هسته‌ای خود رو به عنوان هدف مشروع قرار داده است. با ما همراه باشید، یک بار دیگه نگاهی میاندازیم به شعاردهی شبانه مردم در شهرک چیتگر تهران که فریاد مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای سر دادند. این شعاردهی های شبانه از جنس شعاردهی های شبانه در انقلاب زن زندگی آزادی بوده و هست. شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، شعاری که مستقیما اعتراض رو به شخص خامنه ای که در رأس جمهوری اسلامی نشسته، البته نشسته که الان فرار کرده، چند روزی به گفته رویترز به مکان عمل با تدابیر شدید امنیتی منتقل شده، مردم این شعار رو میدن. کسی که به گفته رویترز گفته میشه که در واقع دستور حمله امروز جمهوری اسلامی به اسرائیل رو صادر کرده، کسی که خودش به سوراخ موش فرار کرده و مردم امروز دارن در مورد همین صحبت میکنن، کسی که بعد از به هلاکت رسیدن حسن نصرالله هیچ اثری ازش نیست و رویترز گفته بود که به مکانی امن، در واقع به سوراخ موش پناه برده. این شعاردهی شبانه رو ببینیم. این اولین واکنش مردم به حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل. حسن یحسین وای من عزاز، وای من عزاز، مبارک يا جماعه، مبارک للجميع. یحسین. از دیگر واکنش هایی که منتشر شده، واکنشی هست که در صفحه رسمی شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی منعکس شده. حوالی دانشگاه تهران مردم سوت میزنند، راننده ها بوق میزنند در برابر بسیجی هایی که شعار هیدر هیدر سر میدن. در این گزارش آمده بسیجی ها برابر درب اصلی دانشگاه تهران جمع شده و شعار علیه اسرائیل و آمریکا سر میدن، هیدر هیدر کنان میکنن. مردم با بوق زدن اعتراض خودشون رو به بسیجی ها اعلام میکنن و جو در حال متشنج شدن هست. مردم سوت و بوق میزنن و بسیجی ها صدایشان بین صدای بوق ماشین ها گم شده. بله، این آغاز یک پایان برای جمهوری اسلامی. صدایی که در میان اعتراض مردم بر بستر انقلاب زن زندگی آزادی بالاخره مثل صدای این بسیجی ها خفه خواهد شد و تک تک این هیدر هیدر کنان ها به قول توماج مثل خامنه ای رهبرشون دنبال سوراخ موش خواهند گشت. گزارشات در این زمینه رو به دست ما برسونید بینندگان گرامی. اگر شما هم مشاهده ای دارید، در محل شما هم شعاردهی شبانه صورت گرفته، در محل شما هم، در منطقه‌ای که شما زندگی میکنید، در شهری که شما زندگی میکنید، مردم واکنش نشون دادن به حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، به دست تلویزیون کانال جدید برسونید.
در این بخش برنامه گفتگو میکنیم با کاظم نیکخواه، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران که با ما همراه میشن. سلام میکنم، خوش آمدید به برنامه پخش مستقل. با درود به شما شیرین شمس و همکارانتون، خسته نباشید. خیلی متشکرم، سپاس که همراه ما هستید. کاظم نیکخواه، ما به نظر میاد داریم وارد یک در واقع فاز جدیدی میشیم از اتفاقات در منطقه، از رابطه‌ای که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل داره میره به سمت یک جنگ فراگیر. حالا من میخوام نظر شما رو هم در این زمینه بدونم. و در مقابل داخل ایران به نظر شما در این وضعیت چه اقداماتی در داخل ایران باید صورت بگیره برای اینکه جمهوری اسلامی از این موقعیتی که هست عقب و عقبتر رانده بشه؟ این رو با فرض این میگم، با صحبت‌هایی که مهمانان قبلی در برنامه کردن که جمهوری اسلامی با این حمله نه در موقعیت قوت بلکه در موقعیت ضعف قرار خواهد گرفت. نظر شما رو در این رابطه بدون. ولی ببینید، کلن این موقعیت رو جمهوری اسلامی خودش برای خودش ایجاد کرد. از ابتدای روی کار اومدنش شعار نابودی اسرائیل رو مطرح کرد، مرگ بر آمریکا، نابودی اسرائیل و به دریا ریختن همه اسرائیلیا. اینا معلومه که به اصطلاح جرثومه یک جنگ و بحران بی‌نهایت رو، بی پایان رو ایجاد میکنه و میکاره و الان وارد یک سری به اصطلاح یک نقاط حساس این بحرانی شدیم که از ابتدای روی کار اومدن جمهوری اسلامی ایجاد شده بود. و اینکه بالا ادامه همین وضعیت، همین موشک پرانی جمهوری اسلامی چه خواهد بود، خب دقیقا روشن نیست. ولی بالاخره جمهوری اسلامی با دولت اسرائیل وارد جنگ شده، عملا وارد یک فاز جنگی شده و ضربات جدی خورده و در این حال در داخل ایران با مردمی طرفه که دارن برای سرنگونیش تلاش میکنن و مردم هم قطعا از این فرصت برای اینکه مبارزاتشون رو ادامه بدن برای سرنگونی این حکومت استفاده میکنن و باید استفاده کنن. همین صحنه هایی که نشون دادین از شعار دادن ها گوشه کوچکی از اون چیزیه که ما در آینده یا در روزهای آینده یا در ماهای آینده ابعاد وسیع‌ترش رو خواهیم دید. مسئله اساسی همین است که باید ادامه انقلاب زن زندگی آزادی رو تلاش کنیم مثلا به جریان بیاندازیم و کاری کنیم که این حکومت به سراشیب سقوط بیفته به طور کامل. به نظر من اگر ساخت پاختی اون پشتان نشده باشه که ما مثل دفعه پیش ما چند تا موشک میزنیم شما جلوشو بگیرین ولی کاری نکنین، که بعید میدونم، به نظرم اسرائیل ضربات کاری به پایگاه ها و مراکز اصلی جمهوری اسلامی خواهد زد. ولی کار این رژیم رو مردم تمام میکنن، مردم باید تمام کنن و با انقلابشون، و این انقلاب مردم است که میتونه سرنگونی جمهوری اسلامی رو به یک زندگی بهتر، آینده بهتر، جامعه بهتر گره بزنه، وگرنه اوضاع طور دیگری خواهد بود. من بسیار خوشبینم به این و امیدوارم و بسیار فکر میکنم که جمهوری اسلامی در ادامه این بحران سرنگون خواهد شد با انقلاب مردم. کاظم نیکخواه، چه نیروهایی رو در داخل کشور مؤثر میدونید در گسترش اعتراضات علیه جمهوری اسلامی؟ چون که
الان یک فضایی ایجاد شده که مردم میتونن و باید از این فضا استفاده بکنن. نیروهای مؤثر، جنبش‌های مؤثری که میتونن انقلاب زن زندگی آزادی رو به جلو ببرن، با اعتصاب، با اعتراض، چه نیروهایی هستن به نظر شما که میتونه این جرقه های اعتراضی که امشب در واقع ما شاهدش بودیم رو به یک اعتراضات بسیار وسیع، سراسری و اعتصابات گسترده تا اعتصاب عمومی برسونن؟ ببینید، نیروها بخش‌های مختلف مردم هستن. طبعا موقعی که ما میگیم انقلاب زن زندگی آزادی، یه بخش مهمش زنانی هستن که میخوان خودشون رو از شر جهنم جمهوری اسلامی خلاص کنن، جوانانی که زندگی شاد و مرفه میخوان، کارگرانی که میخوان خودشون رو زیر فقر خلاص از فقر رو نمیدونم دستمزدهای زیر خط فقر خلاص کنن، بازنشستگانی که هر روز دارن اعتصاب میکنن، تجمع میکنن، شعار میدن، فریاد میزنن. میخوام بگم که در واقع موقعی که میگین کدوم نیروها، همه مردم نشون دادن که متحدانه علیه جمهوری اسلامی هستن. شاید شروع یک تحرک عظیمتر تو ابعادی که داریم ازش صحبت میکنیم یا گور گرفتن مجدد انقلاب زن زندگی آزادی از طریق طیف دختران و پسران، جوانان صورت بگیره، ولی به هر حال همه مردم خواهان خلاص شدن از شر جمهوری اسلامی هستند. این رو بارها و بارها نشون دادن، این رو بارها و بارها با اعتراضات فعالشون نشون دادن، چه در این دوره، چه در انقلاب زن زندگی آزادی، چه بعد از اون در ادامش. اعتصاب، اعتراض، تجمع، این جامعه داره میجوشه از اعتراض. و در نتیجه وقتی میگین کدام نیروها، من میگم همه بخشای کارگران، معلمان، پرستاران، زنان، دانشجویان، دانش آموزان، اینها نیروهای فعاله سرنگونی و انقلاب زن زندگی آزادی هستند و قطعا این بار وسیع‌تر، متحدانه‌تر، هماهنگ‌تر به میدون میان و کار این حکومت رو تموم میکنن. خیلی متشکرم کاظم نیکخواه که همراه ما بودید در این برنامه پخش مستقل. بینندگان گرامی، به پایان این برنامه رسیدیم. گزارشات تصویری خودتون از اعتراضاتی که پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در ایران آغاز شده، از شعاردهی شبانه تا هر اعتراض دیگه‌ای که مشاهده کردید یا گزارش در دست دارید برای تلویزیون کانال جدید ارسال بکنید. آخرین خبر رو هم من اینجا اعلام بکنم که تا این لحظه تنها کشته شده تایید شده حملات موشکی جمهوری اسلامی یک کارگر فلسطینی اهل غزه هست که در کرانه باختری جان خودش رو از دست داده. کاربران شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌های عربی و فارسی زبان این موضوع رو مورد بحث قرار دارن و یک بار دیگه نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی در دفاع از مردم فلسطین، در دفاع از مردم غزه، حکومت، رژیم دروغگوی بوده و هست و هدفش فقط نجات خودش هست. از طرف دیگه کابینه امنیتی اسرائیل هم شامگاه سه‌شنبه و در پایان حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل نخستین جلسه خودشون رو در اورشلیم برگزار کردند. این آخرین خبرها هست. در شبکه‌های اجتماعی همچنان دارن کاربران در رابطه با حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل صحبت می‌کنن. یکی از اعضای کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل گفته که حکومت جمهوری اسلامی هم مانند حماس و حزب الله لبنان پشیمان خواهد شد. این هم بسیار خبر پرمعنایی هست. در ادامه خبری رو هم بگم که رویترز اعلام کرده جمهوری اسلامی قبل از حملات موشکی به اسرائیل روسیه رو در جریان این حمله قرار داده بوده.
و این از طرف یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته شده. همچنین این مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته که ایالات متحده هم از طریق کانال‌های دیپلماتیک کمی پیش از حملات توسط جمهوری اسلامی مطلع شده بودند. ممنون که با ما بودید بینندگان گرامی، حتما گزارش تصویری خودتون رو برای ما ارسال بکنید. من شیرین شمس به همراه کیان آذر مدیریت این برنامه و میثم عتیق همکار این برنامه شما رو به لحظات خوبی می سپارم.